بررسی‌های تازه مشخص کرده روند گرمایش کره زمین باعث گرمتر شدن اقیانوس‌ها در طول 150 سال گذشته شده و این میزان افزایش گرما برابر با انفجار یک بمب هسته‌ای در هر ثانیه بوده است. بیش از 90% گازهای گلخانه‌ای که کشورهای جهان تولید می‌کنند جذب اقیانوس‌ها می‌شود که در این بین سهم جو کره زمین و کلاهک‌های یخی در جذب این گرما بسیار کمتر از دریاها و اقیانوس‌هاست. اما بالا رفتن دمای آب‌های آزاد چه تأثیراتی دارد؟ این اتفاق باعث می‌شود سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها افزایش یابد و طوفان‌ها و تندبادهای دریایی بسیار قدرتمندتر و ویرانگرتر شوند. بخش عمده این گرما در اعماق اقیانوس‌ها ذخیره می‌شود. تحقیقات اخیر که با استفاده از اطلاعات دمای سطحی اقیانوس‌ها از سال 1871 میلادی به همراه مدل‌های کامپیوتری جریان‌های اقیانوسی به دست آمده، نشان می‌دهد که میانگین گرم شدن اقیانوس‌ها در 150 سال گذشته در هر ثانیه حدوداً برابر با انفجار 1.5 بمب اتم در ابعاد بمب منفجر شده در هیروشیما بوده است. از طرف دیگر با سرعت گرفتن روند آزادسازی کربن، این میزان پس از سال 1990 و در یک بازه زمانی کوتاه‌تر برابر با انفجار 3 تا 6 بمب اتم در هر ثانیه بوده. در واقع می توان گفت میزان گرمایی که اقیانوس‌ها در طول 150 سال گذشته جذب کرده اند حدوداً 1000 برابر بیشتر از مصرف انرژی تمام مردم جهان در طول یک سال است. از جمله اثرات درازمدت گرمایش زمین، آب شدن یخ‌های قطبی، افزایش حجم آب، بالاتر آمدن سطح آب‌ها و در نتیجه تهدید زندگی میلیون‌ها نفری است که در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند. این بررسی‌ها برای پیش‌بینی افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها در مناطق مختلف کمک شایانی به محققان خواهد کرد.